سلام، بالاخره رسیدیم به قسمت 30 از سری ماینکرافت اکستریم هیلز. مثل همیشه امیدوارم که از قسمت های قبلی لذت برده باشین. بالاخره رسیدیم به قسمت 30. این چیزی که الان اینجا دارید میبینید یک مزرعه جدیده که خودم یاد گرفتم و گفتم نشونتون بدم. خیلی جالب بود. مزرعه رو برای چی ساختم؟ داشتم دنبال یک مزرعه اندرمن میگشتم توی اینترنت که بتونیم توی اوورولد یه مزرعه اندرمن درست کنیم، ولی همونطور که میدونید مزرعه اندرمن اصلش کجاست؟ تو دنیا انده، که حالا خیلی شاید به درنمونم نخوره اونجا، چون اندرمن رو بیشتر برای این میخوام که کلا بتونیم بریم دنیا اند. و توی سرچ هم به همچین چیزی برخوردم که حالا باید منتظر باشیم که شب بشه تا بتونیم تستش کنیم. و مکانیزمش هم خیلی باحال، اینه که هر مابی که اطرافتون باشه خب به تب میاد دنبالتون و ماب های بازی مثل گاو و گوسفند و چه میدونم مانسترها اینجور چیزا توی قایق گیر میکنن. دورم الان پر قایق کردم که بعدا یه بار دیگه تستش کنیم. حالا تو خودم تستش کردم و خوشبختانه کار کرد. الان هم که سعی کردم چند تا اندر پیرل به دست بیارم که دو تا اندرمن تونستم بکشم خوشبختانه. اینجا خونم خیلی موقعیتش خوبه، از بالا خیلی دید خوبی داریم و یه اندرمنم به روش خیلی جالبی کشتم. فکر کنم به طور تصادفی یه دونه مزرعه خودم درست کرده باشم برای اندرمن. رفته بودم این بالا که نگاه بندازم با یه اندرمن چش کنم که بیاد سمتم و اندرمن اومد این تو گیر کرد و شیشه رو شیکوندم و از اینجا کشتمش. رو تونستم 3 تا اندر پیرل به دست بیارم. بذارید همینا رو تبدیلش کنیم به آی آف اندر. خب الان 3 تا آی آف اندر داریم، ولی خب فکر میکنم کافی نباشه، لازم باشه یکم دیگه به دست بیاریم. اینا رو بکنیم تو صندوق. این گراس بلاکی هم که اینجا میبینید دست اندرمن بود و اینطوری افتاد دست من و این خب توی سروایبل فکر نکنم بشه بلاکو درسته اینجوری به دست آورد. خب فکر کنم بهتر باشه اسکیپ کنم تا شب بشه و مابا بریزم بیرون، یکم برداشت محصولات انجام بدیم. مزرعه بسیار زیبا و دیدنی، یکم دل استفاده کنیم. زمین که صدای اسکلتون شنیدم، الان یه سری هم به مزرعه‌مون بزنیم. من رفتم پایین و تونستم کلی 10 تا اسلایم بال به دست بیارم از مزرعه اسلایمی که درست کرده بودیم. یه سری هم به این مزرعه‌مون بزنیم ببینیم که اینجا چه خبره. چقدر کندیم یادش بخیر. یه روشن خاموش. ببینیم روزی امروزمون چیه. انقدر اینجا قاره و حفر شده یکم فریم هم اومد پایین، مثل که سرکاری بود. چه برف زیبایی دیگه، فکر کنم داره شب میشه دیگه، باید کم کم بچپیم پایین. حتی پایین که نه دیگه، قرار بود همین جا باشم. کلان برای اینکه اندرمن به دست بیارید توی اوورولد یا یه مزرعه بسیار عجیب غریب و پرهزینه باید درست کنید که اگه بشه شاید بعدن توی یه مدل دیگه براتون به نمایش بذارم. ولی یه روش راحت اینه که برید یه جای بلند. کلا خونه منم که جای خیلی بلندیه و از اینجا خیلی دید مناسبی دارم و اندرمنم هم که همونطور که میدونید باید یه چش تو چش بکنید باش خیلی ریز، بعد میاد سمتتون. از اینجا هم نتونست بیاد بالا، یعنی بنده خدا گیر میکردون پایین. یعنی از اینجا حتم امنه که اینجا همه این ورا که روشن کردم، هر جایی که باشه و تو دیده من باشه من میرم سمتش. بعد که اومدیم پایین منم میرم پایین و یقه به یقه میشیم باش و درگیری و اینجور قضایی ها. هنوز شب نشده. خب دیگه شباهنگام شد و وقتی که ماپا خودشون رو نشون بدن. یه نکته دیگه هم که قبلا بهش فکر کنم اشاره کردم اینه که برای اینکه ماپ اطرافتون اسپانشه میتونید که یه دیفیکالتیتون یه بار بذارید روی پیسفول. خب تو این پیسفول که چیز خاصی نیست، بعد دوباره عوضش کنید مثلا به همون نورمال یا ایزی یا هارد. ببینید همینطوری که
بهتون گفتم زارت این دوست عزیزمون خودش رو به نمایش گذاشت، ولی اندرمن پیدا کردن تو این هوا خیلی سخته. خیلی وقت بود برف نیومده بود اصلا تو این مود که من بازی میکردم. باید بگردم اطراف و ببینم چیز خاصی پیدا میشه یا نه. بهتره بریم اول اون مزرعه ای که گفتم با قایق درست کردیم و یه تستی انجام بدیم روش. محمود به مزاهم سرازیر کنیم از اینجا. یه نکته ای که راجع به این مزرعه وجود داره اینه که اسپایدر که همین دوست گرامیمونه عروش رد میشه و اصلا کلن کاربردی نداره برای کشتن عنکبوت. و یه نکته دیگه اینم، یه در واقع نکته دیگه هم اینه که هر مابی که بره این تو گیر کنه قابلیت اتک کردن داره. مثلا اگه آرچر باشه میتونه شما رو آرچر کنه، اینقدر کلش بازی کرده میگم آرچر. اگه کماندار اسکلتون باشه میتونه شما رو بزنی، یا اگه زامبی باشه برید نزدیکش یه دونه میخوابونه زیر گوشتون، و از همه بدتر کریپر هم که باشه منفجر میشه. به به میبینید همینطور که میبینید یه نفر بنده خدا اومده نشسته اینجا منتظر حرکته نبود. این آرچر هم میتونید حتی گیرش بندازید. الان بهتون میگم چطوری. همینطور که داره میاد سمت من میذارید همینطوری بیاد بالا، بعد یه صد درست میکنید به همین شیبه کردن دارید میبینید. کجای دوست گرامی؟ خودزنی داره. اینم بیاد بالا حله. شاید ابلهی تو واقعا. اوه شت، حواسم رو کلیک راست کردم داشتم میرفتم. بذارید یه پله براش بذاریم. بیا بالا ببینم حرف حساب چیه. ها خب اومد بالا. حالا کافیه یکم بیاد نزدیک تر. دیگه این اینجا گیر کرده بنده خدا. فقط حواستون به کریپر و اینجور موجودات باید باشه. همینطور که میدید این هم گیر کرد اینجا. اگه بتونید کریپر گیر بدید، اگه بتونید کریپر رو گیر بدید اینجا، اینو بذارید اطرافش. من حواسم نیست سپر دستم، سپر دستتون باشه کار دست خودتون میده. اگه زامبی یا کریپر گیر بدین اینجا، بنده خدا این زامبی یا کریپر عمرش میده به خدا در راه شما فدا میشن. این اسکلتون احمق داره اینو میزنه. اگه کریپر هم گیر بدید میتونید دیسک به دست بیارید. و در کلی روش خیلی خوبه برای اینکه دیسک به دست بیارید. مثلا حواسم نبود میتونید با اون یک مزرعه دیسک ازش استفاده کنید. الان همه این ماب هایی که اینجا میبینید رو میتونید بیارید گیر بدید، دهنش رو سرویس کنید. دیگه من خیلی نمیخوام روش وقت بذارم، خواستم فقط یه صحبتی در باردش بکنم. علل خصوص این مزرعه رو میتونید توی اقلیمایی مثل اقلیم کویر استفاده کنید. اونجا خیلی کاربردش بیشتره چون اینجا هم سطح نیست، خیلی نوک قله است، سخت ماوا رو بکشونید اونجا و دهنشون سرویس کنید. بذارید اطراف های نگاه بندازم، خبری از اندرمن نیست. الان تنها هدفم اینه که اندرمن اینی بکشیم و اندر پیرل به دست بیاریم و تبدیلش بکنیم به آی آف اندر و دیگه با این سریمون خدافزی کنیم بریم سری بعدی. بذارید بریم بالا. چیزایی که جمع کردیم و ذخیره انبوه کنیم و بریم پشت بوم. ببینیم پشت بوم میتونیم اندرمن پیدا کنیم یا نه. اندرمنی نیست. بذارید رندر دیستنس هم یه مقدار زیاد کنیم، شاید کمک بکنه. دیفیکالتی هم یه دور بذاریم رو هارد. اینا همه چیزایی که رندر دیستنستون هم زیاد کنید میتونه کمک کنه به اینکه ماپ های بیشتری اطرافتون ظاهر بشن. واقعا اگه هم اندرمن باشه دیدنش خیلی سخته تو این هوا. بیا این گیر ما میفته پشمک. خبری نیست. یه کار دیگه هم که میتونید انجام بدید و یادم رفت بگم اینه که بلاک بذارید زیرتون، ارتفاعتون رو تغییر بدید چون تغییر ارتفاع توی ظاهر شدن ماپا خیلی مؤثره.
یکی خبری نبود. دوباره بریم پایین. چون شاید ارتفاع مو زیاده باز چندان تأثیری نداشته باشه، ولی این روش روشی که امتحان خودش رو پس داده. من همچنان دارم نگاه میکنم اندرمنی نمیبینم. یه بار دیگه سختی بازی رو عوض کنیم. خب الان دیگه هیچ مابی نیست. یه دور دیگه بزنیم روی نورمال. بله، با هیچ فرقی با درجه پیسفول نداره ماشاءالله. فقط یه چهار تا عنکبوت میاره ول میکنه اینجا. خب اومدم پایین که برف تبدیل بشه بارون، ولی همچنان میدون دیدمون بهتر شد، ولی ما بی ظاهر نشد دیگه، داره کله سحر میشه. یه کار دیگه که الان میخوام انجام بدم اینه که همه این تورچایی که گذاشتم اینجا رو وردارم که اینجا تاریک تر بشه، چون دیگه ما با مزرعه همون کاری نداریم، انقدر دیگه لوت و این دوشی داریم. آخه یه چی میگه امو جون؟ اوه باباش اومد. یو بچه ها بابای خطرناکتره، بیا هرچی میزنی نمیره، بمیر دیگه بابا. حرف حساب چیه؟ کریپر کریپر خطرناکه. خب داشتم میگفتم که همه تورچه اینجا رو بردارم، چون دیگه با مزرعه همون کار خاصی نداریم به هیچ وجه. دیگه طور نیست که بیام هی به مزرعه هم بخوام رسیده ای کنم و شب و روز مشغول ساختنشون باشم. دیگه تورچه رو بر میدارم که مابا بتونن اینجا هم ظاهر بشن و همین. فکر کنم اسکیپ کنم به یک شب دیگه بهتر باشه. خب کله این ملعونم بذارید بزنیم به این بالا که ویدرا بدونن شوخی نداریم با کسی اینجا. آره خب قبل اینکه شب بشه قراره که یه دونه اینچنتمنت بزنم تنگ این دایموند سوردم، چون علارغم این که داره جونش تموم میشه، خیلی الان چک میکردم خیلی اینچنتمنت داریم. دو تا هم شارپنس 3 داریم. گفتم که بعدا حتی اگه بخوام شمشیری دوباره درست بکنم یه دونه شارپنس دیگه هم داریم. اینم دیگه عمرشو کرده بنده خدا. اینو بذاریم تنگ این و لاپیس رو نمیدونم برای چی برداشتم. لاپیس هم بذاریم سر جاش. ببینیم کلن چی داریم دیگه. پاور 4 خیلی به دردمون میخوره. میتونیم بذاریم تنگ همین کمانمون که آنبریکینگ 3 هم داره. نه پاور داره خودش. شت اصلا پاور نیاز نیست. تیر کمانمون خیلی قویه خودش. و دیگه چون کم کم باید بریم دنیا اند، زره دارم، شاید اینا رو اون یکی زره ها رو بزنم تنگ اینا، چون اینچنتمنتی هم ندارم و بعدا سر فرصت اینچنتشون کنم. دیگه داره شب میشه، بریم بالا. دیگه خبری از بارون هم نیست، بارون و برف. اینجا هم یکم ترش مرشش رو ورداشتم، همه رو نه چون میخواستم که مزرعه ها همچنان رشدشون با سرعت باشه، ولی خب همینطور که میبینید نقاط تاریک بیشتر شده و احتمال ظاهر شدن ماپا داره بیشتر میشه با تاریک شدن هوا. اونور که خبری نبود. اینجا دارم دوتا کماندار ابله میبینم. بذارید سوراخ سنبار رو همه رو این نگاهی بندازیم. فقط اینجا با تعویضتون باشه که پرت نشین پایین یا آرچر اطرافتون نباشه. اوه چی میگیم جون؟ اوه گرفت تمرکید. یه رفیق هم داشتی تو دوست عزیز. شت اینچنتمنت هم داره حتی. دوستمون هم ما پیشرفته تره. چه سوسکی از اون لا میزنه؟ کسی حواسش نیست؟ ببینیم کمانش. او دمت گرم با پاور 1 داشت رو کمانش، ولی کماکان اندرمنی نمیبینم. هر چقدر چشم میندازم، هر چقدر سعی میکنم. بذار تقویمون رو تناول کنیم. کلن اقلیمی هم هستش که یکم همینش تیره و تاره و پیدا کردن اندرمن شاید یکم کار سختری باشه نسبت به بقیه اقلیما. بچه رو نیا کنید دیگه. من سعی میکنم که یک جای جان اندازم، ولی همچنان اندرمنی نمیبینم. الان هم که این برادرم نگاه میکنم خیلی از تورچه رو جا انداختم، چون روز جمع کردم.
خیلیشون اصلا ندیدم. همه اینا به کنار، باز هم اندرمن نمیبینم. خب یک شب دیگه هم گذشت بدون چی اگه گفتین، بدون اندرمن. یا من رفتم اونور دوباره ترش مرچا رو برداشتم که یکم وضعیت نوردهی اونجا بهترش، بازم الان دارم میبینم. البته اونجا دیگه فرق نمیکنه، یکی دو تا ترچ هم اضافه باشه حالا بد نیست، وقتی که داریم از مزرعه اون زیر میایم بیرون کریپر چیزی منفجر نشه کنارمون. ولی اون ترچه اضافی رو برداشتم که ببینیم چی میشه. یک دونه دیگه از همین مزرعه قایقیمونم اون سمت درست کردم، از همین مزرعه که داشتیم یه دونم اون ور درست کردم، نزدیک جایی که بازی رو شروع کردیم، اولین خونمون توی اکستریم هیلز. دیگه باید ببینیم چی میشه. اگه اشتباه نکنم این زامبی ویلیجره. نه زامبی ویلیجر نیست، یعنی زامبی معمولیه که زره داره. خواستم اگه زامبی ویلیجر بود بریم بهش سیب طلایی بدیم تبدیلش کنیم به ویلیجر معمولی، ببینیم چی میشه تو اقلیمی که او اندرمن چطوری داداش. امیدوارم بهت گیر کنه اینجا. هی شک بذاری تیری. آها داره نگاه میکنه، بیا جلو. هی من چیزی برات دست دادن ندارم، همین یه دونه اندرمن هم غنیمته. بیا جلو بینم ها. فقط حواسم باشه پرت نکنه من از اینجا پایین، یه چیزی بتخم سری یا نه اول کنم بذاری تیر بهش بزنم. کوشی دیگه اندرمنی که پیدا شده باید همین جا باشه. بذار چشم اندازیم ببینیم، بازم شاید این برا اومده باشه، ولی احتمال زیاد همون بره. کجای امو جون؟ خیلی سریع من دیدم باید اینجا. آها فکرم این بود، فکرم برف رو این چشاش بود، ولی الان دارم قیافه نحسش رو میبینم. بذارید گلدن اپل بخوریم، تا حالا تو سروایول گلدن اپل نخورده بودم. الان دیگه ما جون اضافی داریم همو جون، ببینم چی میگه. هی شک. آروم آروم، ایزی ایزی، یکی یکی به نوبت. اول این او ایول دو تا اندر پیل به دست آوردیم. تو چی میگی همو جون؟ من اندرمن رو زدم کشتم، تو دیگه عددی نیستی. یا این باحالی هم، من از هیچ موجودی توی بازی به اندازه اسکلتون آرچر بدم نمیاد، حتی کریپر هم بازی دوست داشتنی اندکی من نسبت بهش دارم، ولی این آرچره اسکلتون خیلی لعنتی هم. یه دونه جادوگرم الان اینجا بود، غیب شد. خواستم با تیر بزنم پس کلش ولی نشد. چی بود منو زد؟ چیزی منو زد انداخت پایین، فکر کنم آرچری چیزی بود. بریم این برم یه نگاه دیگه بندازیم. خوبه تا حالا 5 تا آی آف اندر داریم، ولی احساس میکنم خیلی کمه. بستگی به شانسمون هم داره، شاید نیاز داشته باشیم که خیلی آی آف اندر خرج کنیم تا بتونیم پورتال اندمون رو پیدا کنیم. ایول یه اندرمن دیگه هم پیدا کردم، امیدوارم که بیاد اینجا خودش مثل آدم. آها بیا امو جون بیا، ولی جام خیلی بده، قشن لب پرتگاه هم بیفتم هم قشن کریپرم پایینه. سلام، خوب هستی؟ شما چه خبر و خانواده خوب هستن؟ شما چطورین؟ سال نوتون مبارک. ترسیدی؟ من اول خیلی از اندرمن میترسیدم توی بازی، واقعا ترس داره، ولی خب الان شیلد میل و اینجور چیزا رو داریم دیگه مثل قبل ترسناک نیست. خیلی ممنون، هیچی هم دراپ نکرد. حالا خب لوتینگ زدم رو شمشیرم، باز خوب حداقل دوتا اندرمن زدیم کشتیم، خیالمون از این بابت راحته. بازم چشم اندازیم ببینیم اندرمنی میبینیم یا نه. دیگه آخرین امیدامون هم داریم جستجو میکنیم. چی میگی عمو جون؟ حال وصله درگیری ندارم، بذارید زامبیه حسابش رو تصفیه کنه و اون اسکلتون ما بیام این ور. دیگه فکر نکنم بتونیم اندرمنی پیدا کنیم، اگه هم اسپان شده باشه
گرچه با نور روز اندرمن چیزیش نمیشه. اگه اسپان شده باشه همین اطراف که دیگه فکر نکنم اسپان بشه، چون دیگه نور اومد بالا. فعلا برنامه همینه، خواستم اینو توی این اپیزودم نشون بدم که الان دارم اندرمن میکشم که هرچه سریعتر بریم دنیا اند. الان 5 تا آی آف اندر داریم، میخوام آی آف اندر ها که زیاد شد دیگه همه رو یه جا با هم دیگه خرج کنیم، طوری نباشه که هی دو تا آی آف اندر مصرف بشه و تموم شه مجبور شیم 10 ساعت بریم دوباره جمع کنیم. میگه میخوام همه رو جمع کنم یه ضرب، یه تعداد بالا که شد. فقط خواستم این چند تاشو نشون بدم که دوتا اندرمن کشتیم تو این ویدیو و متاسفانه علیرغم که لوتینگ داشتم دومی هیچ اندر پرلی بهمون نداد. همین برنامه فعلا همینه، منتظر اپیزود بعدی باشین. اپیزود بعدی دیگه اندر پرلا رو جمع کردم و آماده ایم که بریم دنیا در واقع پورتال دنیا اندو پیدا کنیم. اپیزود بعدش هم میریم دنیا اند که احتمال زیاد اونجا با یه روش جدید اندر دراگون از بین میبریم. فعلا تا اپیزود بعدی، خدا حافظ همگی.